برنامه برنامه هایی که مربوط به چالش های یهودی ستیزی با در نظر گرفتن آنچه که آزادی بیان و در چارچوب آزادی بیان مطرح میشه و نقض حقوق بشر و خاکستری بودن آنچه که در رسانه ها رسانه اجتماعی بیشتر مطرح میشه تا اینی که در خبرگزاری ها نقل بر آنچه که در حال حاضر در عملیات تروریستی میگذرد در اسرائیل بر ضد شهروندان اسرائیل چه عرب و چه اسرائیلی و همینطور پروتکشن هایی که ما شاهدش هستیم در شهرهای عربی و شهرهایی که برحال در آن یهودیان و اعراب زندگی می کنند و لطمه ای که آنچه که توحش این پروتکشن ها و افراد گرایان اسلامی داره انجام میشه و از باجگیری گرفته تا عملیات تروریستی و غیره و در کنار یکدیگر قرار گرفتن آنچه که از نظر ایدئولوژی که اسلام گرایان افراطی یهودی ستیزی و مطرح میشه و اینی که تا چند روز میتونن لطمه بزنن به موجودیت اسرائیل از طریق نبرد مسلحانه و از طرف دیگه نیز چگونه در یک کشور دموکراسی اسرائیل میتونه با وجود در نظر گرفتن عملیات در مقابله در عملیات تروریستی چگونه میتونه شهروندان خودش رو با داشتن یک دموکراسی در قلب خاورمیانه و تنها کشور ملیگرای یهود به طور در مقابله و مواجهه با آنچه که در حال حاضر داره میگذره از نبرد مسلحانه گرفته تا توحش در جاده ها و رانندگی و تصادفاتی که ما شاهدش هستیم تا اینی که آنچه که به حال نقض مقررات و قانونمندی اسرائیل هست حالا چه در یهودا و سامره باشه در قبال شهروندان اسرائیلی چه از نظر خرید و فروش اراضی که صاحبان آن حاضر به فروش اون هستند و یکایی که گروه های امنیتی صاف سازمان آزاد بازداشت به اصطلاح فلسطین و آنچه که دولت خودگردان فلسطینی مطرح میشه حماس و جهات مصری با پشتوانه تسلیحاتی و امنیتی و مالی سپاه قدس که به دنبال عملیات تروریستی از نوار غزه هستن موشکبرانی تا یهودا و سامره که بتونن دولت خودگردان فلسطینی که محمود عباس رو زمینگیر بکنند و نتونن همکاری داشته باشند با اسرائیل در زمینهای متفاوت مخصوصا مسائلی که مربوط به مقابله با عملیات تروریستی جهاد اسلامی و حماس در این مرز و بوم هست.